خب ساعت 23 دقیقه است و شما کماکان بیننده برنامه زندگی بورس پلاس هستیم. میخوایم بپردازیم به بودجه سال 1401، زوایای پنهان و پیدای اون رو بررسی کنیم و ببینیم چه آثاری برای بازار سرمایه، برای اقتصادمون در سال 1401 خواهد داشت. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی صدوندی، از کارشناسان خوب و خبره اقتصادی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم. آقای دکتر، من میخوام اینجوری بپرسم که از این بودجه سال 1401 باید بخندیم، بترسیم، نترسیم، بخندیم، خوشحال باشیم تو بازار سرمایه؟ بودجه رو تا الان چطور ارزیابی کردیم؟ حالا بودجه که از نظر اصولی فرقی با بودجه 50 سال گذشته نداره. بله. ما انتظار این بود که تغییرات جدی در بودجه صورت بگیره، اصلاحات جدی در بودجه صورت بگیره، ولی ظاهراً همون منتالیتی و همون در واقع تفکری که در این 50 سال بودجه رو تنظیم کرده، بودجه سال بعد رو هم به همون صورت تنظیم شده. به نظر من انقدر هیجان انگیز نیست که ما وقت زیادی روش بگذاریم، همین وضعیت ادامه داره. و حالا من دیدم که امسال اتفاقاً یک مقداری حساسیت بیشتر شده بود و افراد یک مقدار ترسیدند از بودجه، در حالی که اینطور نیست. یعنی به نظر من وضعیت بودجه ممکنه یک مقدارم بهتر از سال 1400 باشه. بله. در انواع مختلف، ولی خب فعلا واکنش بازار خیلی واکنش منفی بوده. بازار از تصمیمات سیاستگزاران به شدت ترسیده. این واقعیتی است که باید مسئولان محترم ببینن، در نظر بگیرن، که متاسفانه در نظر نمیگیرن. درست. آقای دکتر، این بودجه 1401 رو باید بهونه کنیم برای توجیه ریزش دیروز و امروز بازار، یا اینکه نه واقعا بودجه اثرگذار بوده؟ بله، من عرض کردم خدمتتون، به نظر میرسه که یک مقداری بازار منفی نگر شده. نکات ببینید، وقتی بازار مثبت، همین الان هم شما در همین موضوع داشتید بحث میکردید، وقتی بله. بازار مثبت، شما هرچی بگید که مثلا بودجه سال 1401 نکات منفی داره، کسی توجه نمیکنه. وقتی برعکس هست، خب یعنی وضعیت بدی نیست، بالاخره یک نکات مثبتی دیده میشه، حداقل اینکه برای بازار سرمایه نکات مثبت دیده میشه. مثال عرض میکنم خدمتتون، ببینید این که درآمد حاصل از فروش نفت وارد بودجه میشه، این واقعا خیلی مسئله منفی هست. سالهای سال هست که بنده دارم باش مبارزه میکنم که سعی میکنم که درآمد در واقع بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک بشه و درآمد ارزی وارد بودجه نشه. اینکه درآمد ارزی وارد بودجه میشه، یک حالت در واقع تورمی، تاثیر تورمی داره. این هست که ما از 1350 تا کنون طولانی ترین دوره تورمی رو در تاریخ بشریت داشتیم و متاسفانه من فکر نمی‌کردم بعد از 50 سال برای 51مین سال هم این سیاست مخرب تکرار بشه. درست. به ضرر اقتصاد کشور هست، ولی برای بازار سرمایه سیاست تورمی خب منفی نیست. من نمیگم مثبته، ولی منفی نیست. اینکه اینجور بازار ترسیده و عقب نشینی میکنه، خب نشون میده که اعتماد در بازار کامل سلب شده. درسته. آقای دکتر، از نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان، نقاط مثبت و منفی بودجه 1401 به ویژه برای اقتصادمون و بعد برای بازار سرمایه چه نکاتی هست؟ بله، یک نکته هست که هم برای اقتصاد مثبته، هم برای بازار سرمایه مثبته، و اون هست به ارز 4200 هست. شما آقای حاجی و خودتون شاهد بودید، حدود یک ماه و نیم پیش بود اعلام شد که ارز 4200 میخواد در همین امسال در سال 1400 حذف بشه و بازار به این قضیه واکنش مثبت نشون داد. بله. حالا که قطعی شد، تقریبا داره قطعی میشه که ارز 4200 در سال آینده حذف میشه، شما میبینید همون سهم‌ها الان دارن منفی میخورن. این نشونه این هست که جو بازار به شدت منفیه. دقیق میفهمید؟ خب طبیعی هم هست. شما ببینید که چند بار رفت و برگشت داشتیم روی همین ارز 4200، چند بار رفت و برگشت داشتیم روی قیمت خودرو که در نهایت هم اون چیزی که سهامدار میخواست نشده. دقیق میفهمید؟ به اون بدی نیست، ولی در نهایت هم اون چیزی که انتظار سهامدار بود نشده. پس بنابراین هست به 4200 به نفع بازار هست. نکات ریز دیگری هست، مثلا صندوق تثبیت بازار. حالا من اینو واقعا اینقدر مؤثر نمیبینم. مثل این است که بگیم که مثلا ما دستگاه تنفس مصنوعی هم در یه خونه گذاشتیم، میگیم آقا ما هم زندگی بکنیم، نهارمون چی میشه، شاممون چی میشه، دستگاه تنفس مصنوعی هر وقت سکته کردیم حالا اون وقت ممکنه نیاز باشه. دقت میفرمایید؟ بله. اینکه ما بازار رو میخوایم با صندوق تثبیت بازار کنترل کنیم، این خودش یک به نظر من یک سیگنال منفی هست تا یک حدی هم، هرچند که بالاخره این نشون میده که سیاستگزار به فکر بوده. نکته دیگر این بود که بالاخره به غلط، من بارها عرض کردم در برنامه شما، شاید تنها فردی هم باشم در برنامه شما این مسائل عرض کردم، که به ناحق و به نادرست تصور این بود که انتشار اوراق
برای بازار سرمایه مضر هست. حالا به هر حال مضر هست یا مضر نیست که به نظر من به هیچ وجه مضر نیست، ولی به هر حال در بودجه سال بعد این مسئله هم کاهش پیدا کرده. اگر دست من بود سعی می‌کردم که در واقع بودجه ارزی از بودجه ریالی ترکیب کنم، بخشی از کسری بودجه که آشکار خواهد شد از بهله اوراق تامین کنم، و از اون طرف سعی می‌کردم که تکلیف دولت برای عرضه اولیه و برای عرضه سهام دولتی رو کاهش بدم. این درست. شاید وضعیت رو یک مقداری بهتر می‌کرد. از نظر اقتصاد جان. بله از نظر تحلیل اقتصادی و از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی برای کل اقتصاد کلان انتقادات بیشماری به بودجه میشه وارد کرد. از نظر فعالان بازار سرمایه بودجه بدی نیست. درسته. اطمینان دکتر، من می‌خواستم به همین موضوع اشاره کنم که ظاهرا برای بودجه سال آینده افتر 1000 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل فروش سهام دولتی در نظر گرفتن. 1400 که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، سه ماهش مونده. وضع بازار سرمایه هم بعید می‌دونم یه مقدار حالا کشش ارزها رو داشته باشه. 90000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود برای فروش سهام دولتی که تا حالا یک قرونش هم فروش نرفته. به نظر تو سال آینده این 71000 میلیارد سهم دولتی تومانش رو دست دولت باقی میمونه؟ بستگی به سیاست دولت داره. ببینید دولت از پشت خنجر زده به سهامدار، این واقعیت دیگه. ببینید وضعیتی که در بازار، من واقعا نمیدونم با چه توجیهی سعی نمیشه که اعتماد سهامدار جلب بشه. چرا؟ برای اینکه شما به درستی فرمودید، مثلا اگر تغییری در سیاست قیمتگذاری خودرو به وجود میومد، بازار مثبت میشد، شاید دولت میتونست اون 90000 میلیارد تومان رو امسال تامین کنه. این باز در سال آینده اگر قرار باشه سهامدار تنها بمونه، بازار بورس بیکس بمونه، خب طبیعیه که این 70000 میلیارد تومان هم نشه تامین کرد. ولی واقعیت رو خدمت شما عرض کنم، چه تکالیف فروش اوراق، چه تکالیف فروش سهام نسبت به اندازه بازار سهام و نسبت به انباشت سپرده‌های هزینه‌زا در بانک‌ها هیچی نیست. یعنی هر دوی اینها خیلی خوب میشه تأمین بشه به شرط اینکه مردم اعتماد کنند. اعتماد از دست رفته و کسی به دنبال جلب مجدد اعتماد متأسفانه نیست. به محض اینکه اعتماد برگرده شما می‌بینید 70000 میلیارد تومان اصلا چیزی نیست. جناب حاجی بدر، من برداشتم این است که دولت، من خدمت شما عرض کنم، من برداشتم این است دولت حداقل روزی 1000 میلیارد تومان هر روز کاری از محل فروش اوراق، روزی 1000 میلیارد تومان از محل فروش سهام حداقل میتونه کسب کنه بدون اینکه هیچ تاثیر منفی بر بازار بگذاره، به شرط اینکه از پشت به سیاست سهامدار خنجر نزنند، به شرط اینکه قیمت گذاری دستوری رو حذف کنند، به شرط که دخالت ها رو در بازار متوقف کنند. اون وقت خواهید دید که دولت با مازاد بودجه مواجه خواهد شد. اگر این اتفاق بیفته اون وقت تخصیص به بودجه عمرانی افزایش خواهد یافت. اون وقت شما میبینید که وارد یک چرخه مثبت میشیم که بازار بورس بالا میره، اقتصاد رشد میکنه، نقدینگی دیگه به اون صورت رشد نمیکنه، تورم کاهش پیدا میکنه، رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه. همه اینا که خدمت شما عرض میکنم اصلا ربطی به تحریم نداره. بله. یعنی همین که اعتماد به بازار برگرده و اعتماد به سرمایه گذار، اعتماد به سیاست گذار برگرده، شما میبینید که آثار مثبت میتونه ادامه دار باشه. آقای دکتر یه سوالی الان مطرح میشه، ما بلد نیستیم اهمیت بازار سرمایه رو نمیدونیم یا بلد نیستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. هممون بالاخره جسته گریخته از زبان کارشناسای مثل شما میشنویم حداقل و میدونیم که این بازار میتونه همین فرمایشای شما رو تحقق ببخشه. کجای کار مشکل داره؟ حالا من چشم عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما حدود 12 میلیون خانوار داریم که اینا خانوارهای بورسی هستن. بله. اگه بعد خانوار رو در ایران مثلا 3.5-4 در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 40-50 میلیون نفر خانوار بورسی در ایران داریم. ولی ببین سربسته خدمتتون عرض کنم، بسیاری از مسئولین بازار سرمایه، بسیاری از مسئولین اقتصادی، سیاستگذاران اقتصادی در واقع مقامات اول اقتصاد ایران شاید اصلا کد بورسی هم نداشته باشن. در حال حاضر مسئولین بازار سرمایه که اجازه معامله ندارن، اینها باعث میشه که اون دلبستگی و اون در واقع توجه لازم رو متاسفانه پیدا نکنن. این واقعیت. حالا من سربسته دیگه خدمت رو عرض کردم. بله، شناخت نسبت به بازار سرمایه، من باورم این است که در میان بله بین مردم عادی خیلی بازار سرمایه الان مهمه، ولی این دلیل نمیشه که در میان مقامات عالی رتبه سیاستگزار اقتصادی هم بازار سرمایه اینقدر اهمیت داشته باشه. به نوعی مثلا اگر من میذارن رئیس شرکت دوچرخه سازی بشم، حداقل یه بار سوار دوچرخه شده باشم. سربسته منظورتون این بود؟ احسنت باشم. آی دکتر، ما مثل شما حالا بودجه رو بلد نیستیم خیلی خوب ببینیم. یه نکته ای رو من دیدم به عنوان یه آدمی که مثلا مطالعه کرده یه خبری رو، یه مقدار توجهمو جلب کرد. ظاهرا قرار هست از سپرده های بانکی بالا
ما مالیات بگیریم برای سال آینده. فکر کنم از اولین باری که داره همچین اتفاقی میفته، یا حالا حافظه من داره یاری میده، این خودش عاملی نمیشه که ما کوچ بدیم نقدینگی رو از بانک به بیرون بانک، خودش مولد یک تورم دیگه ای توی اقتصادمون باشه؟ بستگی داره، میتونه خیلی هم مفید باشه. دقیق میفرمایید. ببینید بستگی به این داره، اولا سپرده‌های بزرگ، بله سپرده‌های بزرگ میره در بانک‌ها پارک میشه، خب اینها میتونه که وارد جریان چرخه اقتصاد بشه. بله. اینکه اینها در واقع از حساب‌های هزینه‌زای بانک‌ها خارج بشه به این معنی نیست که از بانک خارج میشه، از حساب‌های هزینه‌زای بانک‌ها، از حساب‌های بلند مدت یا شبه پول خارج میشه، وارد حساب‌های جاری یا پول میشه. پول منظورم اسکناس و مسکول فقط نیست، منظورم حساب‌های جاری بانک هاست. بله. این خودش هزینه کاست آف فاند بانک ها یا هزینه تأمین مالی بانک ها رو کاهش میده، از این نظر مثبته. اینکه این منابع که داره خارج میشه کجا بره، خب میتونه تأثیر کاملا تأثیر ضد تورمی میتونه داشته باشه. چگونه؟ اگر وارد حساب های جاری کارگزاری ها شد، یعنی افراد پولشون سپردهشون رو خارج کردن و سهام خریدن، دقیق میفرمایید، خب این خیلی مثبت میتونه باشه. اما عموما میتونه جذب بازار سرمایه بکنه. ما شما میبینید که اصلا این تأثیر زده تورمی خواهد داشت، به شرط اینکه نسبت‌های بازار سرمایه نسبت‌های مناسبی بمونه، حباب به وجود نیاد. پس میتونه کاملا مثبت باشه اگر فکر بقیه‌اش هم کرده باشن. بله. شما مثلا سوال اینه، یک فردی میخواد از منزل بره بیرون، شما میپرسید که این از منزل بره بیرون آیا مثبت یا منفیه؟ خب پاسخ بنده این است که کجا میره. اگر این پولی که داره از حساب هزینه‌زا خارج میشه وارد بازار ارز بشه، میتونه خدای نکرده یک حبابی وجود بیاره که در نهایت به نرخ‌های ارز بسیار بالا و به ابر تورم بیانجامد. اما اگر جذب بازار سرمایه بشه، اگر جذب بازار اوراق بشه، اتفاقا وضعیت بسیار مناسبی رو میتونه به وجود بیاره. مشکل اینجاست که بعضی از مقدماتش هنوز چیده نشده. مشکل اینجاست که باید اصلاحات جدی در بازار سرمایه ایجاد بشه، ولی به نظر میرسه که مدیران فعلی بازار سرمایه که همون مدیران گذشته هستن، به نظر میرسه که حاضر نیستن تن بدن به اصلاحات جدید. درسته. حالا سوالی که مطرح میشه با این پیش فرض که حالا مثلا ما بخوایم از سپرده‌های کلان مالیات بگیریم، سوال اول این هستش که فکر میکنید اصلا این نقدینگی از بانک‌ها کوش داده بشه یا نه، و دوم این که فکر میکنید چقدرش مقصدش میتونه مثلا بازار سرمایه باشه؟ بله، ببینید خدمتتون عرض کردم که ممکن اصلا نقدینگی از بانک خارج هم نشه حتی اگر شما مالیات بگیرید. مثلا چگونه؟ اگر که رکود در اقتصاد به وجود بیاد، شرایطی که در سالهای 93 تا 97 به وجود آمد، اگر رکود در اقتصاد به وجود بیاد، این حساب ها هرچند حتی اگر که شما بهرهشون رو به صفر هم برسونید اصلا بانکو ترک نمی کنن، چون هر جای دیگه برن بیشتر ضرر می کنن. دقت می فرمایید. اگر بازار سرمایه رونق بگیره، که به باور منده بهترین سیاست از منظر کلان. ببینید بعضی از افراد بنده رو، البته بعضی از فعالان قبلا بنده رو محکوم می‌کردن، می‌گفتن ضد بازار هست. اخیرا بسیاری از افراد بنده رو محکوم می‌کنن به عنوان اقتصاددان، می‌گن شما طرفدار بازار سرمایه هستید. نه عزیز من کل اقتصاد ایران رو می‌بینم، اما اگر ما کل برای کل مردم، برای 85 میلیون ایرانی بخوایم یک کار مثبتی انجام بدیم، اون کاهش نرخ تورم هست بدون در واقع تأثیر منفی بر رشد اقتصادی. چگونه ممکنه به این مهم برسیم از طریق بازار سرمایه؟ دقیق میفرمایید. یعنی اگر ما بتونیم نقدینگی رو جذب بازار سرمایه بکنیم، مطمئن باشید که وضعیت بسیار خوبی از نظر تورم و از نظر رشد اقتصادی خواهیم داشت. درسته آقای دکتر. خب همونطور که میدونید فعلا لایحه 1401 از دولت به مجلس رفته، تو کمیسیون ها و بالاخره این داستان ها باید بررسی بشه، بیا تو صحنه علنی. فرصت تغییر و تحول درش هست. اگر بخواید توصیه داشته باشید به نمایندگان مجلس که خیلی هم میتونن اثرگذار باشن برای اینکه این لایحه یه مقدار بهتر بشه و بودجه بهتری رو برای سال آینده داشته باشیم، توصیهاتون چیه؟ خب عرض کردم بارها و بارها روی مسئله تاکید کردم که اولین نیاز اقتصاد ایران تفکیک بودجه ارزی از ریالی هست که پایه پولی وارد اقتصاد نشه. حالا اینو میشه به تدریج انجام داد. مثلا یک سوم بودجه ارزی رو امسال خارج کنیم و به صورت پیوسته ارزی در بیاریم، یا به صورت بودجه مجزای ارزی در بیاریم، و سالهای آینده مثلا دو سوم و تمام بودجه رو در نهایت تمام درآمد ارزی رو ببریم به اون سمت. این نکته اولی هست که من در نظر میگیرم. نکته دوم این هست که ما میتونیم یک بودجه مشروط داشته باشیم، یعنی مثلا درآمد حاصل از فروش اوراق، حالا مهمتر از اون درآمد حاصل از فروش سهام، اینها در واقع درآمدهایی باشه که اگر امکانش به وجود آمد محقق بشود، و در مقابل این درآمدهای مشروط ما یک سری هزینه های مشروط داشته باشیم. اگر توانستیم سهام بفروشیم فلان پروژه رو اجرا میکنیم، اگر نتوانستیم اجرا
نمی کنیم. نکته بعدی هم این هست که ما اولا بودجهمون کسری داره، نگیم که بودجه کسری بودجه دولت صفر است، اینها یه مقدار اعتبار سیاستگزار رو بیش از پیش کاهش خواهد داد. درست. افراد کاملا مطلعن که بودجه کسری داره، ولی مسئله اصلی اصلا این هست که کسری بودجه دولت اگر در حد مثلا حتی 5-6% هم باشه، بله، میتونه کاملا مفید باشه برای اقتصاد. اینکه ما در واقع یک سری شعارهایی میدیم که میخوایم بودجه رو کاملا متوازن و متعادل کنید، اصلا در شرایط فعلی اقتصاد ایران به صرفه و به نه نیست. درسته. خب آقای دکتر، امیدواریم که هر اتفاقی میفته به نفع اقتصادمون، بازار سرمایه‌مون باشه. مشقی هم که دولت نوشته و برای اقتصادمون مجلسی ها دارن این روزها بررسی میکنن، یه مشقی باشه قابل دفاع و اثر خودش انشالله تو سفره مردم بذاره. انشالله. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار داد. ممنون از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.